حالا نگاه بندازیم به صفحات اول چند روزنامه بین المللی. تیتر اول دیلی تلگراف میگه در بریتانیا دانشگاه ها میگن برای پذیرش تعداد بیشتری دانشجو دولت باید پول بیشتری هم به اونا بپردازه. به خاطر بحران کرونا و تعطیلی مدارس مشکلات زیادی در نحوه نمره دهی به دانش آموزان به وجود اومد و حالا که دولت عقب نشینی کرده و پذیرفته اشتباهات زیادی بوده، شمار بیشتری از دانش آموزان میتونن وارد دانشگاه بشن، اما به خاطر کرونا و رعایت فاصله اجتماعی دانشگاه باید فضای بیشتری به این دانش آموزان اختصاص بدن و برای اون نیاز به بودجه دارن. در عکس هم دو نماینده پارلمان از منطقه ساحلی در انگلستان به حوزه انتخابیشون رفتن تا با کت و شلوار هم بستنی بخورن، هم از مردم بخوان ضمن بیرون رفتن و خوشگذروندن تدابیر بهداشتی علیه کرونا رو هم رعایت کنن. با افزایش موارد کرونا شمار بیشتری از مسافران به بریتانیا باید دو هفته به قرنطینه برن که مشکل ساز شده و همین حالا هم نروژ اعلام کرد که مسافران بریتانیایی به نروژ باید 10 روز در قرنطینه برند. تیتر پایین دیلی تلگراف از گرفتن تست کرونا برای مسافران میگه تا بلکه مسافران مجبور نباشن همه 14 روز رو در قرنطینه بمونن. طرحی که فعلا در دولت به گزینه‌های متفاوتی نگاه کرده، برای مثال گرفتن تست 1 هفته تا 10 روز پس از آغاز قرنطینه، تا اگر تست منفی باشه دیگه نیازی به موندن اون چند روز بیشتر در قرنطینه نباشه. روند آزاد کردن آخرین 400 زندانی طالبان خیلی آهسته در جریانه که تیتر اول 8 صبح کابله. این در حالی که 1 هفته پیش بود که با رأی لویجرگه اشرف غنی رئیس جمهوری فرمان آزادی اونها رو داد. از یک سو این گروه آخر از 5000 زندانی طالبان بسیار خطرناک محسوب میشن، از سوی دیگر آغاز مذاکرات بین الافغانی در گروه به تعقب پیوستن آزادی اوناست. اشرف غنی گفته آزاد کردن این زندانیا که هم سربازان خارجی رو کشتن و هم مردم ما رو برای او بسیار دشواره. در سومین روز از نشست حزب دموکرات، جو بایدن رسما نامزدی اونها برای انتخابات ماه نوامبر رو در واقع برگزیده شد، فردا قرار اون رو رسما خودش بپذیره و همین هم تیتر اول وال استریت ژورناله که در کنار همسرش ژیل در این عکس دیده میشه. خانم بایدن در سخنرانیش از او تصویر مردی دلسوز که با درد مردم آشناست ترسیم کرد و مشخصا به وقایع تلخ زندگی اشاره کرد. وقتی برای مثال 48 سال پیش آقای بایدن همسر اولش و دخترش رو در یک سانحه رانندگی از دست داد و همین 5 سال پیش هم پسرش بو رو به سرطان از دست داد. این بار هم ستارگان امروز و دیروز حزب دموکرات صحبت کردند، مثل بیل کلینتون و جان کری، کالین پاول وزیر دفاع پیشین که وزیر خارجه پیشین که جمهوری خواه هم هست، اما این بار از نامزد دموکرات ها حمایت میکنه هم سخن گفت. ما کشوری هستیم دوچار دو دستگی و رئیس جمهوری داریم که با همه توانش میخواهد ما را دو دسته نگه دارد. چه دنیایی خواهیم داشت اگر رئیس جمهوری داشته باشیم که ما را متحد کند، دوباره توانمندمان کند و به ما روحیه بدهد. قلباً معتقدم که ما همان آمریکایی هستیم که پدر و مادر مرا از جامائیکا به سواحل خودش آورد. آمریکایی که الهام بخش آزادی در جهان است. این آن آمریکایی است که رئیس جمهوریش جو بایدن خواهد بود. خطر ایران هسته‌ای را از بین بردیم. ائتلافی از 68 کشور برای نابودی داعش ساختیم. پیمان تغییرات اقلیمی را با 195 کشور بنا کردیم. ابولا را پیش از آن که پاندمی بشود متوقف کردیم. دونالد ترامپ در جهانی صلح‌آمیز یک اقتصاد در حال رشد را به ارث برد. آن را هم ورشکسته کرد. میدونید که دونالد ترامپ در 4 سال آینده چه خواهد کرد؟ سرزنش کردن، زورگویی و تحقیر دیگران. و میدونید که جو بایدن چه خواهد کرد؟ کشور را دوباره و بهتر بازسازی خواهد کرد. آمریکای جو بایدن جایی است که همه ما با هم کار زندگی می‌کنیم. انتخاب روشن است. آینده کشورمان رامبستگی دارد. همزمان با گردهمایی حزب دموکرات که به صورت مجازی در جریان رئیس جمهوری هم به شهرهای مختلف میره و در فرودگاه‌ها برای هوادارانش صحبت میکنه. این بار او در یومای آریزونا بود و گفت دموکرات‌ها چپگراهای تندروی هستند که کشور را ویران خواهند کرد. این انتخابات پیش رو مهمترین انتخابات در تاریخ کشور ماست.
قبلا هیلاری شیاد رو داشتیم، اما اینا فرق میکنه. اینا بیمارن. باید مطمئن شیم که این چپای رادیکال، این سوسیالیستا که حتی فراتر از سوسیالیستا هستن، به قدرت نرسن. در غیر این صورت یک ونزوئلای روی استروئید خواهیم داشت. تو انتخابات نوامبر رای بدید. جو بایدن عروسک خیمه شبازی جنبش چپ افراطیه که به دنبال نابودی کامل مرزای آمریکا هستن. نشست حزب دموکرات فردا تمام خواهد شد و نشست حزب جمهوری خواه دوشنبه آینده آغاز میشه. در ترکیه بیشتر شدن تعداد مبتلایان به کرونا و فصل سرما که در راه مقامات بهداشت رو به تکاپو انداخته، به خصوص وقتی مکانهای گردشگری مثل سواحل آنتالیا در این عکس پر ازدحام میشن. تیتر اول دیلی نیوز نسخه انگلیسی حریت ترکیه از تدابیر سختگیرانه تر در آستانه فصل آنفلانزا میگه. در این گزارش آمده مقامات سیاسی و بهداشت میخوان قبل از بازگشایی مدارس حدود یک ماه دیگه یک استراتژی برای مقابله با کرونا داشته باشن. طرحهایی مثل افزایش تعداد تست ها به 150 هزار در روز و حتی قرنطینه کردن اجباری اونهایی که دستور قرنطینه شدن رو جدی نمیگیرن. تیتر پایین حریت انگلیسی هم میگه از خطر آتش منقل و باربیکیو برای جنگل ها در استانبول. چند آتش سوزی در پارک های جنگلی بلگراد و آیدوس رخ داده که گفته شده جرقه اونها آتش منقل ها بوده. توافق صلح امارات و اسرائیل خیلی برجسته است این روزها در روزنامه‌های عرب و اسرائیل. کویت تایمز از انتقاد داماد و مشاور دونالد ترامپ تیت زده و گفته کویت یک موضع افراطی حامی فلسطینیان گرفته. اشاره جارد کوشنر به صحبت‌هایی است که از مقام‌های کویتی نقل شده که این کشور آخرین کشوری خواهد بود که با اسرائیل صلح می‌کنه. در این مقاله همچنین آمده که بیش از 30 نهاد غیر دولتی کویت اسرائیل رو اشغالگر خوندند و توافق صلح با امارات رو محکوم کردند. حدس و گمان زنی‌ها درباره اینکه پس از امارات کدام کشور عرب ممکنه با اسرائیل صلح کنه بسیاره. نام سودان هم مطرح شده. حارس اسرائیل از یک سخنگوی وزارت خارجه سودان نقل کرده که دو طرف به یک توافق صلح نزدیک شدن. گرچه به نوشته حارس، وزیر خارجه سودان گفته این سخنگو حق نداشته در این باره اظهار نظر کنه. حتی گفته شده که او اخراج شده. تیتر اول حارس به توافق صلح با امارات پرداخته و گفته فروش جنگنده‌های F-35 به امارات هنوز در دستور کار آمریکاست. امارات خواهان خرید این جنگنده‌های پیشرفته است، اما به خواست اسرائیل و لابی اسرائیل در واشنگتن این طرح در کنگره متوقف شده. اوایل هفته دفتر بنیامین نتانیاهو گفت مخالفت نخست وزیر با فروش جنگنده‌ها به امارات تغییری نکرده. اما در این مقاله حارس از یک کارشناس نظامی نقل کرده که یکی از شرایط ابوظبی برای صلح خرید این جنگنده‌ها بوده. اسرائیل همواره خواسته برتری نظامی بر همسایگانش رو حفظ کنه. به گفته این کارشناس نظامی فروش این جنگنده‌ها به امارات متحده عربی به این برتری آسیب می‌زنه. حارث به صحبت‌های دونالد ترامپ در کارساره انتخاباتش هم پرداخته و مشخصاً آنچه او دیروز در آشکاش ویسکانسین گفت. مقابل هوادارانش دونالد ترامپ گفت دلیل انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس راضی کردن مسیحیان انجیلی آمریکا بوده، چون به اعتقاد او برای خود یهودیان آمریکا این موضوع به آن اندازه مهم نبوده. در آمریکا مسیحیان انجیلی یکی از پایگاه‌های مهم حامیان دونالد ترامپ محسوب میشن و به دلیل خوانش آنها از انجیل امنیت اسرائیل و آینده اون براشون بسیار پر اهمیته. نگران از افزایش موارد ابتلا به کووید 19 حارس تیت زده، به نقل از مسئول نهاد مبارزه با کرونا که احتمال داره محدودیت‌ها و سختگیری‌ها در روزهای عید یهودیان در روزهای پیش رو افزایش پیدا کنه.